نوشته که این میکسیر اشتباه نرزونه که چلبوز و زالدان خیلی بچگونه و اینا بودن. بعد برای چی خودتو چجوری خودتو قانع کرده که یه همچین مزخرفاتی بذاره بیه بذاره بیه اینترنت شروع میشه یه دفعه تا ما شروع و مثلا به ما نشون بده که چجوری راجع به اینا فکر کنه. اولا که من اصلا به خاطر مسائل شخصی اون چند روز کوز آنلاین درست نکردم. این دو تا وبسایت دارن یه سری یه زمان نگاری کاملا مزخرفه، چی بگم، پر از دروغ و پر از احساس سانتیمانتال و اینا ضبط میکنن. مهربونی دارم خلاصه اینا دارن یه روزنامه‌نگاری کاملا زرده که فکر کنم مردم خرن مثلا دروغا اینا رو باور میکنن با اون تیترای مسخره گیری. یعنی اینا از کیهان که الان بابا کیهان خیلی خوب شده به خدا، کیهان اون موقعش در بدترین حالتش اینا 100 درجه از کیهان بدترن. تمام خبراشون بیشترش تیتراشون بیشترش دروغه یا بر اساس اغراق و چیزای سانتیمانتاله و برای اینکه مردم مثلا بعدشون مردم رو چیز کنن بول بزن که آقا مثلا به احمد جا رایدنی یا کنه این عجب آدم عوضی مثلا این کار کرده اون کار کرده. چهل خود برای این بود که در واقع حجف کنه اپوزیسیان ها که اینا هیچ وقت هم کسی جرات نداره بگه بالا چشون ابرو مثلا شیرنه واجب گنجی و کجا پیدا کردیم که کسی نقد کنه یا مثلا بهشون بگه که مثلا کاری که کردین درسته غلطه، شوخی کنه باشه. اینا اصلا یه مقدسی حاله مقدسی برای خودش درست کردن. حالا میگین هی احمدی نژاد نمیدونم حاله مقدس فلان، ولی دارن خشتکش رو میکشن پایین بابا از صبح تا شب هر جا که هر چی که میگه هر کاری که میکنه. ولی اینا اینجوری نیستن دیگه. اصلا چی میگفتم یادم رفت، حواسم پرت شد. ولی اینا یه حاله مقدسی دارن، شیرین عبادی و گنجی و نمیدونم اینا که اصلا کسی نمیتونه که بارشش رو نبره. من خواستم اینو بشکنم، این تبویه اینه که آقا نباید اینا رو نقد کرد و بشکنم که امیدوارم که فکر کنم موفق بوده وگرنه اینقدر عکس العمل منفی نمیگرفت که مثلا بایکاتش کنن و بعد اصلا توی ایرانیان دات کام پابلیشش نمیکنه جهان شاه جاوید تو بالاترین اصلا گذاشتنش تو لیست سیاه و اینا. خلاصه اینم دلیل چلخ.